صداشون نمیدونم. همکارا آقای واحدی و اوبیسه همکار رایزا، حضور شما عرض بکنم که به نام خداوند بخشنده مهربان شروع می‌کنیم و سلام عرض می‌کنیم حضور مردم سرافراز همیشه در صحنه و حماسه ساز ایران اسلامی و شما همکاران محترم در پخش شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران. در حالی که کمتر از 24 ساعت تا حماسه آفرینی مردم ایران اسلامی در 24 خرداد ماه باقی است، در خدمت شما عزیزان هستیم از دیار سرداران رشید اسلام، شهیدان سرافراز، مردم ولایت مدار، انقلابی و فهیم آذربایجان غربی. حضور شما عرض بکنم که برای برگزاری انتخابات باشکوه در استان نهادها و ادارات بیشتری در حال فعالیت هستند و همچنان برای برگزاری انتخابات باشکوه 24 خرداد ماه تلاش می‌کنند. برای بررسی آخرین وضعیت انتخابات آذربایجان غربی دعوت کردیم از آقای قنبری، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی و رئیس ستاد انتخابات استان، تا در خدمتشون باشیم. آقای قنبری سلام بر شما، خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مردم فهیم چشورمان و میهن عزیزمان سلام عرض و ادب دارم و از سرزمین زیبای استان آذربایجان غربی، دیار شهیدان مهدی باشری، سرداران آقا مهدی باشری و حمید باچری، خدمت مردم فهیم ایران عزیز سلام و عرض ادب دارم. بله، خیلی خوش آمدید به برنامه انتخاب هر ایرانی. در خدمت تمامی هم وطنان عزیز در سرتاسر ایران اسلامی هستیم. آقای قنبری، از آخرین وضعیت انتخابات در آذربایجان غربی چه خبر؟ خب در استان ما طبیعتاً در سایر استان‌ها شاید دو تا انتخاباتی که می‌خواد برگزار بشه، در استان ما خب سه تا انتخابات برگزار خواهد شد: انتخابات میاندوره خبرگان رهبری، انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شورای شهری و روستایی. اقدامات بسیار خوبی که تا الان انجام گرفته. ما در آذر ماه سال 91 استارت هماهنگی‌ها و اقدامات اولیه رو شروع کردیم بر اساس جدول زمانبندی که از ستاد انتخابات وزارت کشور و کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام شده بود. بر اساس این جدول خب کارها پیش رفته. ما 97 تا هیئت اجرایی تشکیل دادیم برای ستا انتخابات که کاراشون رو شروع کردن و هماهنگی ها با ناظرین هیئت نظارت شورای محترم نگهبان و همچنین نظارت هیئت نظارت شوراهای شهر و روستا خب کارها شروع شده و فرایندی که انجام گرفته، ما 200 فرایند رو انجام دادیم. امروز چک‌لیستی رو توسط فرمانداران محترم که بهشون ابلاغ شده خب بر اساس اون چک کردن، تمام هماهنگی ها، اقدامات، تدابیر لازم برای این کار انجام گرفته که انشالله یک انتخابات پرشور و نشاط و شرکت گسترده مردم عزیز استانمون انشالله شاهد خواهیم بود. ما در 42 شهر انتخابات رو انجام خواهیم داد و همچنین در 1809 روستا که دارای شرایط برگزاری انتخابات هستند، سه تا انتخابات رو برگزار خواهیم کرد. تعداد منتخبین از خبرگان رهبری ما 1 نفر هست که خدا رحمتش کنه، شهید مرحوم آیت الله گرباغی را که عضو خبرگان رهبری بودن، ایشون رحلت فرمودن در سال گذشته و به جای ایشون 1 نفر از خبرگان منتخب مردم استان انشاءالله به مجلس خبرگان راه پیدا خواهد کرد. و برای شوراهای اسلامی هم از شهر و روستا که ما در 42 شهر رو از شدم 1809 روستا انتخابات رو برگزار خواهیم کرد، منتخبین شهری ما 272 نفر خواهد بود، منتخبین روستایی ما 6031 نفر انشاءالله مردم انتخاب خواهند کرد. خب این دوستانی که تا امروز صبح ساعت 8
داشتن تبلیغات میکردن و کارهای رقابتی رو دنبال میکردن، این تعداد انشاءالله به شوراهای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا راه پیدا خواهند کرد. بله. تعداد افرادی که یا نامزدهایی که رقابت انجام میدادند در یک هفته گذشته 11,860 نفر بود در ثبت نام از شوراهای اسلامی، برای اینکه خب تأکید شده بر حماسه سیاسی در سال 92 10% ثبت نام ما بالاتر نسبت به دوره قبل دوره سوم بود در شوراهای اسلامی، چه این نشانه همون اتفاق افتادن حماسه سیاسی بود. از این تعداد 171 نفر خانم ها هستند و 11,689 نفر هم از آقایون هستند که این کار رقابت رو انجام میدن. تعداد شعباتی که پیش بینی شده که افرادی که دارای شرایط هستند و انشالله در انتخابات شرکت خواهند کرد 2,472 ما شعبه داریم، هم از شهری و روستایی، که از این تعداد 1,391 شعبه روستایی هست و 981 روستا شعبه شهری هست، چه انشالله این رقابت رو انجام خواهند داد. بله. تعداد صندوق های ما 7,188 صندوق هست. بله. و نیروهای اجرایی که تا کنون این ماموریت رو دنبال کردن. بله. و پیگیری شدن 36,000 نفر بوده است. تشکر میکنیم از جناب عالی که تشریف آوردید و زحمت کشیدید، با وجود اینکه شما و همکارانتون سرتون این روزها خیلی شلوغه. آقای قنبری، معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی و رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی بودند که در خدمتشون بودیم و از آخرین وضعیت انتخابات در آذربایجان غربی آگاه شدیم. فردا همه میآییم، مثل همه صحنه های سرنوشت سازی که تا حالا اومدیم. فردا روز حضور، روز افتخار، روز حماسه است. فردا همه حماسه میآفرینیم. پایان بخش ارتباط ما با شما عزیزان تقدیم هماهنگ زیبای آذری است. سابا هامومز جلجخ و بی بی هماسه یارال دجاخ. وعده ما فردا پای صندوق های رای. خدا نگهدار. شریک ما سی